شاگردای عزیز و دوست داشتنی، دخترها و پسرای بسیار خوب، سلام. با امید از اینکه جور و صحتمند باشین و ایام قرنطینه مراد کرده و در خانه بمانین، درس امروز خود آغاز میکنیم. درس امروز ما خلاصه فصل چهارم است که البته درس گذشته هم در این تکرار میشه. صنف هفتم مضمون فیزیک، موضوع خلاصه فصل چهارم و حل سوالات اخیر فصل. حالا مشترکن یک جا موضوعاتی که در فصل چهارم خواندیم یک بار مرور میکنیم. موضوعاتی که ما در فصل چهارم خواندیم فشار بود. فشار را تعریف میکنیم، عبارت از قوی است که به طور عمود بر واحد سطح یک جسم عمل میکنه. اگر فشار را به پی، قوه را به اف و سطح را به ای نشان بدیم، پی مساوی است به اف بر ای. و همچنان واحد فشار اگر قوه را به نیوتن و سطح را به متر مربع اندازه کنیم، نیوتن بر متر مربع را به نام پاسکال یاد میکنند. یعنی واحد فشار پاسکال میباشد. موضوع دیگه که ما شما در این فصل خواندیم فشار جو یا فشار اتمسفر میباشد. شاگرده عزیز، شما میفهمین که هوا ترکیبی از گازات هیدروژن، نایتروژن، اکسیژن و دیگر گازات میباشد. بنابراین هوا دارای وزن است. این وزن هوا بالای سطح یک متر مربع قوه 101290 نیوتن قوه را بالای یک متر مربع وارد میکنه. بنابراین فشار جو یا فشار اتمسفر تقریبا 100000 پاسکال میباشد. این بود موضوع فشار اتمسفر. دیگه فشار مایعات ما و شما در این فصل خواندیم. شما میفهمین که مایعات به تمام جوانب فشار وارد میکنند. یعنی مایعات دارای فشار جانبی، قاعدوی و صعودی میباشند. فشار مایعات مربوط به عمق مایع، کثافت مایع و تعجیل قوه جاذبه زمین میباشند و مربوط به شکل ظرف نمیباشد. البته شما در این موضوع را در ظرفهای متوسله دیدین که وقتی در شکل ظرف ها مختلف بود و مایع در تمام ظروف یکسان قرار گرفت. یعنی مربوط به شکل ظرف نمی باشه. و هر قدری که عمق مایع زیاد باشه، هر قدر کثافت مایع زیاد باشه، به ما اندازه فشار چی می باشه؟ زیاد می باشه. و دیگه موضوعی که ما و شما خواندیم قانون پاسکال بود. پاسکال گفت که وقتی به یک نقطه مایع فشار وارد می کنیم، این فشار به طور یکسان به تمام مایع انتقال می کنیم. و البته از قانون پاسکال در ماشین های هیدرولیک زیادتر استفاده می کنند. ماشین های هیدرولیک شما شناختین که مثلا ماشین های موترشویی، جک موتر و غیره می باشند. خب شاگردای عزیز، موضوع دیگه که ما در این فصل خواندیم قانون آرشمیدس. وقتی که جسم داخل مایع قرار می گیره، از طرف مایع یک قوه بالای جسم وارد می شه. که این قوه را به نام قوه صعودی یا قوه آرشمیدس یاد میکنه. خوب شاگردای عزیز، دوست داشتنی، ای بود موضوعاتی که شما در فصل چهارم خوانده بودین، او را یک جا مرور کردیم. حالا میایم سر حل سوالات فصل چهارم. از جمله چهار جواب صرف جواب درست را القا کنید. یک، فشار عبارت است از قوه فی واحد حجم، قوه فی واحد طول، قوه فی واحد زمان و جز دی قوه عمودی فی واحد سطح. به نظر شما کدامش درست است؟ حتمی میگین که قوه فی واحد سطح. بله، شما پیشتر فشار را تعریف کردین و گفتین که قوه عمودی فی واحد سطح عبارت از فشار است. خب، سوال دوم سوالای صحیح و غلط است. در مقابل جمله صحیح علامه سواد و در مقابل جمله غلط علامه غین بگذارید. مایعات به تمام جوانب فشار وارد میکنند. درست است. ولی حرف سواد میگه. سوال سومش
برای مقدار معین آب، هر قدر سطح قاعده ضرب زیاد گردد، فشار وارده بر قاعده ضرب زیاد می شود. نه خیر نیست. هر قدر سطح بزرگ می شود، فشار چی می شود؟ کم می شود. بنابراین جمله غلط است. سوال چهارم، هر قدر عمق مایع زیاد گردد، فشار زیاد می شود. بله، جمله صحیح است، به خاطر از اینکه پیشتر ما گفتیم که فشار مربوط به عمق مایع، مربوط به ارتفاع مایع و مربوط به کثافت مایع و مربوط به تجلیل جاذبه می باشد. بنابراین هر قدر که عمق مایع زیاد شود، پس فشار زیاد می شود. این جمله چی است؟ صحیح است. و صرف سواد می گذاریم. خب، سوال بعدی، جاهای خالی جملات زیر را با کلمات مناسب پر کنید. سوال پنجم است، فشار عبارت است تأثیر عمودی قوه فی واحده، در خانه خالی چی باید بیه؟ سطح است. سوال ششم، اگر یک جسم در آب قرار گیرد، از طرف آب یک قوه به نام قوه سعودی بالای جسم عمل می کند، در خانه خالی چی میه؟ قوه سعودی یا قوه ارشمیده است. هر کدامش که نوشته کنین درست است. قوه سعودی یا قوه ارشمیده است در خانه خالی. خب، این بود سوال خانه خالی. میم سر سوال هفتم. سوال هفتم میگه که مایات در داخل ظرف به کدام طرف فشار وارد می کنند؟ با شرح یک تجربه جواب خود را توضیح دهید. البته ما این را عملا کار می کنیم. یک بار جواب سوال می خوانیم، بعدا با سر تجربه میریم. خب، جواب سوال هفتم، برای نشان دادن این که فشار مایع در تمام جهت ها وارد می شود، می توان از یک سرنج پیچکاری استفاده کرد. نخست چند سوراخ را در نقاط مختلف آن و در جهت های گوناگون ایجاد کنید. سپس آن را از آب پر کرده، محلی را که سوزن به آن وصل می شود بسته کنید. اگر اکنون به دسته آن فشار وارد کنید، این فشار به آب داخل سرنج منتقل گردیده و مشاهده می شود که آب از درون سرنج در جهت‌های مختلف فوران می کند. این پدیده نشان می دهد که فشار همزمان در تمام جهت‌ها وارد می گردد. خوب شاگردای عزیز، یک تجربه بسیار ساده و آسان است. عملا این را برتان کار می کنم تا ببینید که واقعا مایات به تمام جوانب فشار وارد می کند. خوب شاگردای عزیز، ما به موادی که در این تجربه ضرورت داریم، یک بیکر است، در بین زی ما آب انداختیم و به خاطر آب رنگه ساختیم، توسط پتاسیم پرمنگنیت یا عامیانه بگوییم ما شما پتاس میگیم، تا خوبتر مشاهده شود. وقتی که آب در سرنج گرفتین و بالاش فشار وارد کن، به خاطر که خوب معلوم شود این چی میکنین، رنگه ساختیم به او خاطر. و دیگه یک سرنج پیچکاری است و همچنان یک کاسه هست و این به خاطر یک ظرف است که به خاطر از اینکه امی آب در چهار اطراف نریزه در بین زی میگیری میره. خوب، اول این کاری که میکنیم، سوزن پیچکاری را میگیریم، توسط سوزن ما در اطراف ازی، اول این را بالا کش میکنم، در اطراف ازی ما سوراخ میکنم به این شکل، چند سوراخ در اطرافش ایجاد میکنم، چهار طرف از زیر تا سوزن سوراخ کردیم، اول از مایع پر میکنیم، بعد از او دهن از زیر تا وسط زمین سوزن ایره چی میکنیم؟ محکمش میکنیم همجای پیچکاریشه. حالا ببینین ایره بالای سرنج که اگه فشار وارد کنیم شما ببینین دیدین؟ به چهار طرفی، یعنی به تمام جوانب چی کرد؟ فشار وارد کرد. خوب شاگردای عزیز، میاییم به سوال بعدی. سوال بعدی ما شما میگه که از قانون پاسکال در حیات روزمره چی نوع استفاده صورت میگیره؟ جوابش، با استفاده از قانون پاسکال توسط قوه کم قوه های خیلی بزرگ را منتقل میسازن.
و موارد استعمال آن در شکنجه آبی، ماشین های هیدرولیک، برک موتر، ماشین های موترشویی و غیره می باشد. خب، سوال نوم یک سوال است که باید حل شود. گفته در یک ماشین هیدرولیک سطح پیستون کوچک A1 2 سانتی متر مربع و سطح پیستون بزرگ A2 40 سانتی متر مربع است. برای بلند کردن جسم به کتله 1000 کیلوگرم چقدر قوه ضرورت است؟ یعنی قوه F1 ما در اینجا پیدا میکنیم که این می کتله که 1000 کیلوگرم است، این در شکل هم شما ببینید که نشان داده شده که قوه F1 اینجا وارد میشه و همین فشاری که وارد میکنه پیستون دو که سطحش بزرگ شده و کتله 1000 کیلوگرم به طرف بالا بلند میکنه. حالا باید ما قوه F1 در اینجا پیدا کنیم. اینجا هم حل سوال هست. 1-2 سانتی متر مربع اول ترتیب میکنیم، E2 40 سانتی متر مربع، F1 نامعلوم است پیدا میکنیم. خب شاگردای عزیز، این را بالای تخته برتان حل میکنم تا طریق حل سوال خوبتر بفهمید. اول سوالتان را ترتیب میکنیم. گفتیم E1-2 سانتی متر مربع، E2 40 سانتی متر مربع و F1 نامعلوم است. F2 هم در اینجا وزن جسم است. وزن جسم ما میفهمیم که کتله ضرب تعجیل قوه جاذبه زمین است. تعجیل قوه جاذبه زمین به جی و کتله را به این نشان میدیم. قیمتش را وزن میکنیم. در اینجا کتله جسم 1000 کیلوگرم است. و در اینجا قیمت تعجیل جاذبه زمین که 9.8 است، ما تقریبا 10 میگیریم. 10 متر فی سیکن مربع. این که ضرب کنیم میشه 10000. کیلوگرم ضرب متر فی سیکن مربع را چی میگیم؟ نیوتن، که واحد قوه است. حال ما از فرمول پاسکال استفاده میکنیم. F1 بر A1 مساویز با F2 بر E2 با استفاده از این رابطه F1 پیدا میکنیم. شما میفهمین که طرفین وسطین میکنیم، یعنی میگیم F1 ضرب E2 مساوی میشه با F2 ضرب A1. اطراف تقسیم E2 میکنیم، پس F1 ما مساوی میشه با F2 ضرب E2 بر A1 ببخشید بر چی؟ E2. حالا قیمت ها را که در رابطه داریم در جایش وزن میکنیم. قیمت F2 ما چند بود؟ 10000 نیوتن. ضرب A1 چند بود؟ 2 سانتی متر. و همچنان E2 40 سانتی. البته در اینجا سانتی متر و سانتی متر خلاص میشه و همچنان دو را میتونین اختصار کنین، 1224 و هم 10 به 0 خلاص کنین، مساوی میشه به اینجا ماند 1000 بر 2. البته واحدش چی ماند؟ نیوتن. 1000 که اختصار کنین 1225210 دو صفران بالا. پس F1 ما چقدر است؟ مساویز به 500 نیوتن. حالا ببینین که قوه F1 با قوه بسیار کم، ما یک وزنی که 10000 نیوتن وزن داره، ما ای را چی میکنیم؟ با قوه 500 نیوتن بلند میکنیم. خوب شاگردای عزیز، میاییم به سوال آخری، سوال دوم. مطابق شکل یک وزنه 100 نیوتن بالای یک تخته مسطح که مساحت سطح آن 5 متر مربع است قرار دارد. فشاری را که تخته روی زمین وارد می کند محاسبه نمایید. خب شاگردای عزیز، در اینجا بازم من روی تخته سوال براتان حل می کنم تا خوبتر بفهمید. در اینجا وزن داده W چند است؟ 100 نیوتن. سطح
مساحت سطح ای 5 متر مربع. چی را پیدا کنین؟ گفته فشار. شما میفهمین که ما فشار به پی نشان میدیم. پی مساوی بود به چی؟ اف بر ای. اما در اینجا قوه عبارت از هم وزن جسم است. یعنی میتونیم به جای اف چی نوشته کنیم؟ دبلیو بر ای. چون خود وزن قوه جاذبه زمین است. پی مساوی است. وزن چقدر بود؟ 100 نیوتن بر چند؟ 5 متر مربع. اختصار میکنین 1.55 2.10 0 بالا. پس در اینجا چی شد؟ پی مساوی شد به 20 نیوتن بر متر مربع. را به یادتان است چی گفته بودیم؟ پاسکال. پاسکال را به چی نشان میدیم؟ بر پی ای. این بود حل سوال. فشاری که تخته بالای سطح زمین وارد میکنه 20 پاسکال است. خوب شاگردای عزیز، این بود درس امروز ما. با امید از اینکه درس فرا گرفته باشین، ما برتان کار خانگی میتونم. کار خانگی شما اینمی است که شما امی سوالا را یک بار مرور کنین و سوالایی که حل میشه پیش خود یک بار تکرار کنین تا خوبتر استعمال فرمولا را بفهمین. با امید موفقیت های هرچی بیشترتان. خدا حافظ.